خوش آمدید به دیدبان. من مریم زهدی هستم. در مرور مطبوعات این هفته میخوایم از واکنش روزنامه ها به تحریم محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و روز خبرنگار صحبت بکنیم و همینطور مطالب و گزارش های زیرپوستی درباره انتخاباتی که در پیشه. خب آقای بهنود، طبق معمول از دنیای مطبوعات در هفته‌ای که گذشت چه خبر؟ میدونم یه بررسی مفصلی کردین، به ما هم بگین چه خبر بوده. ببینیم به طور خلاصه خبری که اول هفته اومد، یعنی تحریم آقای ظریف، خب برای همه خبر بود. درست لحن اصولگرا نسبت به دولت آقای روحانی کمی تلطیف کرد، به خصوص صحبت‌های صریح آقای ظریف تو مصاحبه‌های مختلف دیگه خیلی به واسه نزدیک شد و بس هفته هم که ملاقات همیشگی که انگار صورت میگیره بین آقای ظریف و آقای سلیمانی، به هر حال اونم بخش خارجی نیروی مسلح دیگه. غیر از این، همونطور که گفتم، زیر پوستی روزنامه ها بعضیشون با اکراه بعضیشون با اشتیاق دارن به انتخابات نزدیک میشن و بنابراین هر چقدر هم که معتقد باشن که خبری نیست، ولی یواش یواش دارن کشیده میشن توی این میدان. خب خیلی خب، پس بریم شروع بکنیم نگاه بکنیم روزنامه ها رو. اولیش روزنامه رسالته. رسالت روزنامه جناب اصولگرا، و آنچنان که میبینید آقای دیپلمات هم تحریم شد، پیداست که خیلی در جهت به اصطلاح تبلیغ مثل روزنامه های اصلاح طلب نیست که ازش تعبیر کردن به یه ذره کنایی. آره، یه ذره کنایی هم هست توش. آمریکا با این تحریم سم مذاکره رو در کام ظریف هم ریخت. اما جالبتر اینه که همزمان سرمقاله‌ای که روزنامه داره سرمقاله‌ای است که این دو تا حرف رو نمیزنه، برعکسه، به موضوع آقای ظریف پرداخته. بله، و در این حال اون معتقد سمت که تیترش برمیاد میگه هزینه شیرین تکیه بر سیاست خارجی انقلابی. پس بنابراین او معتقد است که این سیاست خارجی که ما داریم سیاست خارجی انقلابی است که هزینه‌ش اینه و هزینه‌ش هم همینه، و این هزینه هم برای ما هزینه شیرین نیست، به خاطر اینکه اختلافاتی که ممکنه تو نگرش وجود داشته باشه اینو حل کرده که حرف غلطی نیست. خب روزنامه هفته صبح رو بریم با هم دیگه مرور بکنیم. حالا برگردیم به زمینهای اجتماعی. زمینهای اجتماعی که به حال زمینهای پر بحثی هم هستن دیگه، کمتر هست، البته زیاد شده تعداد این نشریات در تهران. فقط هفته صبح، یه موقع هفته صبح بود فقط، الان شهروند و بقیه روزا هم به همین موضوع میپردازن. ولی به لحاظ دیداری همینجوری من نگاه میکنم، به لحاظ بصری واقعا یه بافت اجتماعی داره، وقتی نگاش میکنی قشنگ این رو القا میکنه. چیز به این وظیفه هم خوب عمل میکنن، گزارش های خوب تهیه میکنن. بعضی چیزایی رو که حالا ممکنه که آدم خیلی که بخواد سختگیری بکنه نظر حرفه‌ای، بگه این همه هم فاصله رو کم کردن با دنیای مجازی برای روزنامه هنوز خیلی زوده. آخه چاره ای هم نیست آقای. آره، ولی چاره هم نیست، یعنی یه ذره، ولی یه جاهای خوب آدم رو از حقیقت موضوع یه ذره دور میکنه، چون شبکه مجازی که مجازیه به هر حال. و ولی خوبه، زوایا رو با احتیاط انتخاب میکنه، بنابراین میره زیر پوستشه. هجوم نیروهای کار ایران به عراق گزارش خیلی خوبی است که تهیه کردن و با توش عدد و رقم و مصدق. بله، و نشون میده که اولا که هفته 87 پرواز بین ایران و عراق هست. جالب، من نمیدونستم اینو. بله، خیلی به نظر منم عجیب رسید. و اینکه دستمزد کارگرها سه برابر ایران هست، و این رو نشان یک ارتباط خیلی مستحکم و ایستای اقتصادی بین ایران و عراق. دو تا زاویه داره دیگه. یه زاویه، زاویه است که نشون دهنده این است که برخلاف اون که کسانی میگن که این متحدینی که پیدا کرده است جمهوری اسلامی، اینا رو فقط خرجشون میکنه و یا خرجشون داده و اینا هیچ جوابی نداره، اینطوری نیست. به هر حال اینا یه بازارهایی هستن. یکی نگاه اقتصادیه.
و در موقعی هم که ایران تحریمه نمیتونه خیلی خبر عجیب و غریبی باشه، خبر بدی باشه. اما یه عده هم هستن که خب خیلی غیرتی نگاه میکنن و معتقدن که موقعی همه جای دنیا برای ایران کلفت و نوکر و اینا و کارگر میفرستاده، الان دیگه چه شده است که ما برای این جای دنیا میفرستیم؟ مخصوصا اینکه در عراق نوشته که دستمزدشون نسبت به کارگرهای دیگه کمتر هم هست. بله، معمولا کارگر خارجی همیشه ارزونتره وگرنه جذب نمیشه. بله. همه جای دنیا همینطوره. این پایین هم میبینید که یک عکسی هست که نشون میده که هتل آسمان شیراز، این ماجرای قدیمیه، یعنی وقتی که این هتل رو داشتن پیش میکندند همسایه‌ها فهمیدن خب چیز برج بلندی است و یادآور شدن که به هر حال این برای شهر و برای میراث فرهنگی که در شیراز هم خیلی فراوان هستش ضرر داره، ولی ظاهرا توجهی نشد. تازه حالا گفته میشه که دو طبقه هم تخلف روش رفته است. در این حالت چیزی که باعث شد توجه دوباره بهش جلب شد اینکه یه آتش سوزی رخ داد، شبیه آتش سوزی پلاسکو از پایین هم عبور کرد، بنابراین صحبت از ریختنش بود و اینا که دوباره موضوع رو علم کرد. خب بریم روزنامه بعدی رو با هم دیگه ببینیم، سازندگی. و سازندگی نسبت به روزنامه‌های دیگه نمیتونم بگم زودتر، بلکه صریح‌تر به انتخابات نزدیک شده. هفته گذشته هم داشت مطالبی داشت. اینجا داریم می‌بینیم که این سفر داده به آقای قالیباف. چرا؟ بر اساس یه خبری داشته است که میگه در این ماه‌های اخیر چند بار آقای قالیباف با آقای احمدی‌نژاد که یه عمل جراحی هم داشته دیدن کرده. این پایه اساس این سفر است. خب میتونه مفهومی داشته باشه. بزرگمهر حسین‌پور این نقاشی که کشیده در ارتباط است با سرمقاله قوچانی. قوچانی یک سری زده است در سرمقاله خودش به گذشته آقای قالیباف. میگه این کسی که در چند انتخابات شکست خورده، هم از اصولگراها شکست خورده، یعنی احمدی نژاد آقای رئیسی، و هم از اون طرف شکست خورده، ولی همچنان به نظر میرسه که خیال داره دیگه اون جوان 44 ساله نیست، 57 8 ساله شده، و در این پایه شروع میکنه مشخصات او رو برشمردن. میگه که حالا بعد به راهنمایی میرسه، میگه که الان یه وضعیت خاصی اصلاح طلبها دارن و وضعیت چون درب و داغون تر از بهاشین اصولگراها، وضعیت چون درب و داغون تر از اصلاح طلبهاست که اونها هم وضع خوبی ندارن، و در این حالت اگر که قراره که ایشون بیاد با کدومی که از این چهرهایی که تا حالا داشته، به عنوان یه مدیر کارآمد که تو شهرداری داشته، به عنوان یک نظامی که خیلی منظم کار کرده در دوره خاتمی رئیس نیرو انتظامی بوده و کارکردش فوق العاده خوب بوده، یا بقیه چیزایی که هستش، اصولا میگه که باید بره یکی از اینا رو انتخاب کنه. و اون وقت بعدم البته آقای قوچانی میگه که اصولگراها شما رو سوار نمی‌کنند، باید یه گروه دیگه ای رو انتخاب بکنیم برای رفتن نزدیک شدن بشه. البته این تقسیم بندی کلا دیگه مقداری دستخوش تغییر تحول شده در جامعه ایران. بریم شرق رو با هم دیگه نگاه کنیم. خب این موضوع آقای ظریف دارید میبینید که تمام هفته داره میاد با روزنامه ها، و همچنان روزنامه ها دارن دنبالش میکنن. روحانی و سردار در سیه تیر، ما موفقیت های بالاتر از موفقیت های دکتر مصدق در لاهه به دست آوردیم، اشاره میکنه به همین دادگاهی که تشکیل شد و ایران استناد کرد به یک قرارداد مودتی که بین ایران و امریکا هست. خیلی جالب بوده، همه دنیا به خنده افتادن، ولی به حال رفت اونجا رأی گرفت دیگه. میگه به حال این موفقیت گرفتیم کم از مال دکتر مصدق نبود. خب بریم ابتکار رو ببینیم با هم. اصلا عکس یکش یک و معلومه تانه. که در حقیقت روز خبرنگار بهانه است برای اینکه یه چیز دیگه ای رو بگیم، دیدن به وقت نبودن. و آقای محمد تهانی هم که کشیده است که این خبرنگار این قلم رفت تو جانش و از این آب مثل ماهیایی که خوش شده، مثل سرنوشت ماهی شد. در این حال سرمقاله هم نوشته آقای صدقی به عنوان بیچاره خبرنگار، و بر اساس این میگه که خلاصه این جامعه چیز نداره، تبریکم نداره. این الان این صحبت من نوشته از دکتر نمک دوست انداخت که اشاره کرده بود که خبرنگار دردمنده ولی هیچ وقت درد خودش رو روایت نمیکنه. معمولا روایت نمیکنه. اینم که الان مطرح شده به خاطر اینکه درست چند روز پیش این حکم مسعود کاظمی، بله، خیلی همزمانی غریبی، بله، چیز شد. در این حال خب مرضی امیری و کیومرث مرزبان هنوز زندانند. یعنی زندان ایران همچنان یکی از بزرگترین زندان‌های روزنامه‌نگاران است، ولی در این حال تبریک و اینا هم هست دیگه.
خب قبل از اینکه برگزیده هامون رو مرور بکنیم، بگم خدمتتون که ژیار گل اینجا در استودیو همراه ماست تا در مورد گزارش پشت پرده اعترافات مازیار ابراهیمی برامون توضیحاتی بده. شش روز پیش گزارش پشت پرده اعترافات مازیار ابراهیمی، یک متهم به ترور دانشمندان هسته‌ای ایران، از تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی پخش شد. متهمی که 7 سال پیش اعترافاتش رو در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران دیدیم. حالا در آلمان اقامت داره این آقا. این گزارش واکنش‌های زیادی رو برانگیخت. این شد که تصمیم گرفتیم ژیار گل سازنده این گزارش رو امروز دعوت بکنیم به این برنامه تا به سوالای عمده شما پاسخ بده. ژیار سلام، خوش اومدی به دیدبان. ژیار حتما خودت واکنش‌ها رو این طرف اون طرف دیدی. من تلاش کردم اون چیزی که بیشتر به چشمم خورده و سوال عمده بوده اون رو به این برنامه بیارم. یکی از سوالایی که مدام تکرار میشه به خصوص در شبکه‌های اجتماعی این هستش که تو مستنداتت رو در مورد این آقا چطور به دست آوردی و کجا به این نتیجه رسیدی که این آقا دروغ نمیگه و میخوای روش کار بکنی و گزارشی ازش تهیه بکنی؟ من فکر کنم بهترین مستند حضور مازیار ابراهیمی در اتاق من در هتلی که مصاحبهش کردن در فرانکفورت، شخصی که میگه من دانشمندای اتمی رو ترور کردم، اسرائیل رفتم، تیم لیدر بودم، اینا بالاخره این یک موضوع. اما فراموش نکنید فقط مازیار ابراهیمی متهم به ترور دانشمندان هسته‌ای نشده بودند، بیش از 100 نفر رو گرفتن، 13 نفر آوردن تلویزیون در اون چیزی که به عنوان مستند کلوب ترور در صدا سیما ارائه شد اونا ظاهر شدن. اما من تونستم با برخی از این افراد ارتباط برقرار کنم. خیلی از این افرادی که آزاد شدن خیلی راحت از طریق فضای مجازی، من از دوستانی که احتمالاً شک دارن برن نگاه بکنن اسم این افراد و در فضای مجازی فیسبوک، اینستاگرام نگاه کنن این افراد دقیقاً روزهایی که فعال شده پست‌هاشون تو فیسبوک و اینا میخوره به زمانی که مازیار آزاد شده. کسی منطق ها رو کنار دقیقاً هم گذاشتی؟ بحثش هم با افرادی صحبت کردم که داخل ایران بودن، مستقیم و غیر مستقیم تعدادی از این افراد اینا هم بیرون اومدن، بعضی از اونا در اون برنامه ظاهر شدن، اکثرشون ظاهر نشدن، با اونا هم صحبت کردن. میشه گفت این راستی آزمایی که ما کردیم، صحبت هایی که مازیار کرده واقعا جدی بود، درست بود. و فراموش نکنید چندین ماه بود من با مازیار در ارتباط بودم و مرتب باهاش حرف میزنم و من فکر میکنم کسی که اگه دروغ بگه، کسی که اگه داستان سرای بکنه، بالاخره یه جا داستانش رو فراموش میکنه. اما به جرئت میگم جزء معدود آدمایی بوده که یک کلمه بالا پایین نداشته حرفاش. متشکرم ژیار. حتما بازخوردهای خودت دیدی، به خودت مراجعه شده، صحبتهایی کردم. من میخوام ببینم مجموعه این بازخوردها چی بوده، چه واکنشهایی شخصا خودت از مخاطبانت گرفتی؟ من به شخصه بگم، به عنوان یک خبرنگار فکر میکنم این جزو یکی از بهترین کارهایی که در بی بی سی انجام شده. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه این فضای بحث و گفتگو رو به وجود آورده. ما از کسایی که انتظار نداشتیم اصلا درباره اصلا هیچ برنامه بی بی سی ابراز به قول نظر مثبت بدن، حتی اونها هم وادار کرده، اونها هم بپرسن دیگه اینو چجوری میخوای لاپوشینی کنی، یعنی با این کلمات، با این استاتوسا در فضای مجازیشون. خیلی از افرادی که شناخته شده هستند در ایران که اصولگرا، اصلاح طلب، این افراد هم که در داخل سیستم بودن و معمولا اونها از دستگاه اطلاعاتی ایران حمایت میکردن، اونها هم اومدن صداشون در اومده که اینو دیگه نمیشه لاپوشونی کرد. منتظر واکنش رسمی هم به نظر میاد. ظاهرن وزیر اطلاعات واکنش رسمی، یکی از نمایندگان مجلس گفته باید وزیر اطلاعات بیاد اینجا و در این باره توضیح بده. این کار ما هم همینه، ما هم همینو میخوایم مسائلی که در جامعه هست مسئولا جوابگو باشن. خیلی ممنون از تو ژیار گل، سازنده گزارش پشت پرده اعترافات مازیار ابراهیمی در استودیوی دیدبان با ما. خب آقای بنوت، بریم برگزیده های امروز رو با هم دیگه مرور بکنیم. ببین، شروع کنیم از وطن امروز. به هر حال نشریه که بعد از 10 سال، بیشتر از 10 سال، 11 سال تعطیل شد و گفتش که به خاطر مسائل مالی تعطیل میکنم. و همینقدر که کافیست گفته بشیم که سر به صاحب امتیاز مجله آقای بذر باشه که چهره شناخته شده است از جهت اینکه در با آقای احمدی نژاد چیز شد، چند تا شغل خیلی عجیب بزرگ بهشون سپرده شد در زمینه‌های اقتصادی که همه تعجب انگیز بود.
ولی در این حال بعد که به انتخابات و اینا رسید یک حلقه‌ای پیدا شد در زمینه تبلیغات انتخاباتی اینا یادتون باشه بین سیاستمدارا جوهال، یعنی لوتیای با کلاه مخملی و اینا پیدا شدن توی کمپینای انتخاباتی. بله عکساشون با عکس با آقای حداد و عادل و بقیه که اینها هم ابتکار ایشون بود. به هر حال این روزنامه دایر شد. حرف آقای دکتر نمکدوست حرف درستی است که به هر حال روزنامه بودنش، هر روزنامه با هر مشخصاتی بهتر است از نبودن روزنامه. یه حرفی هم دکتر بهشتی، زندیات بهشتی زد و این که اون زمان‌ها یه روزی با روزنامه نگارا صحبت میکرد، هنوز انقلاب پیروز نشده بود، گفتش که اگر شاه به ماها یک روزنامه داده بود انقلاب نمیشد. بنابراین با همه این لحظات درسته که بگیم و حالا هم که داریم فرض میکنیم حلقه های مختلفی هن که صدا دارند و اینا، حالا این تصویرم خیلی تصویر خوبی نیستش از ایران و واقعش اینه که حلقه های مختلف روزنامه ندارن. ولی حالا ندارن. اما وطن امروز یه چیز دیگه هم داشت و اون این که زبان بسیار بدی داشت. اگر در یک جامعه درست حسابی مطرح میشد صدها نفر میتونستن شکایت کنن. در دادن صفتهای مستهجن بسیار گشاده دست بود. داری به حال حالا دیگه یکی از روزنامه های تندروهای تندروها نیستش. خب بریم مورد بعدی رو با هم دیگه ببینیم. پشت بام. بله پشت بام. شماره دوم. بله شماره اول هم ما یک نگاهی در غیاب شما کرده بودیم. توی ببینید اصولا مجله‌ای که در اندازه کتاب منتشر میشه، مثل تعداد این نوع مجلات زیاد شد این اواخر. بله اینا جوری نیستن که آدم یه هفته یا یک ماه بخونه بذاره کنار، نگهش میداریم مثلا. آره. و به خصوص این قطع که قطع معروف همشهری داستان بود و در دنیا هم معموله، الان به دلایل متعددی زیاد شده. یعنی الان تعداد نشریاتی که در این قطع منتشر میشن این هم در قطع خیلی زیاد شده. این هم در همین قطع. ببینید توی این شماره واقعا حیفم اومدش که در اون مقدمه سردبیر شروع کرد به گفتن این که ما خلاص فشارهایی هستش و که همه میدونیم هست، به خصوص به این نشریات مستقل. موضوع محوریش رو کرده است خروس جنگی. خروس جنگی که میبینید که این پای خروس هم اینجا روی جلد داره، اینطوری نیست که فقط یه نشریه بود، بلکه یک جریان بود و یه جریان بسیار مهمی هم بود. از اوائل بعد از جنگ، یعنی در دوره رفتن رضا شاه، در دوره بعد از رضا شاه شروع شد و نقطه مرکزیش هم موقعی بود که آقای ضیاپور نقاش با سابقه از فرانسه برگشت. این اما خروسی است که نشان انجمن شد که خود آقای ضیاپور کشیده بودنش و بعد می‌بینید که این روزنامه‌های دیگه است. این مجموعه، یعنی خروس جنگی که این شماره دوش هست که در خرداد 1130 منتشر شده با فاصله با شماره اول منتشر شد. حالا ببینید این خروس جنگی در پی درک هنر مدرن هست و از اینجا این مطالب شروع میشه. مطالب همه مستندی است به خاطری که به گنجینه هم نشریه دست پیدا کرده، هم کارهای آقای ضیاپور هست، هم مسائل مختلف، مصاحبه‌های متعددی کرده. این نقاشی اولیه است که می‌بینید، بخشی از نقاشی‌هایی که میشه مثل خودمون خروسی که دیدیم لوگوشون بود. خب آقای بهنود، مرور مجله ها، کرگدن اولیش. بله کرگدن فرق بهتر از ایدئولوژی نوشته به شوخیه. نمیدونم شما مثل من و آقای سهیل و بعضی از بچه هامون انقدر معتاد کرگدن هستین؟ من خیلی خیلی برام سمبولیک این اسم، خیلی برام مهمه، دنبال میکردم. این دفعه برام خیلی جالب بود که یک پرونده مفصلی داشت در مورد چاقی. مورد علاقه شماست یعنی؟ نه، نوع پرداختش مورد علاقه منه، برای اینکه این شیوهی که یک موضوعی رو میارن وسط، یک کانسپتی رو میارن وسط و در موردش حواشیش به شکل‌های مختلف با جنس‌های مختلف بهش پرداخته میشه و در موردش نوشته میشه، یه شیوهیه که من در مطبوعات ایران تازه دارم میبینم و خیلی لذت داره که از زوایای متفاوت با زوایای همیشگی به ماجرا نگاه کنیم. در مورد چاقی آلفرد هیچکاک این تو نوشته شده، نصرت فاتح علی خان. بخش اولش البته یادتونه که تو کرگدن پریم راجب کچلی و کچلا. بله دقیقاً، اصلا موضوعاتی که توش کنار هم گذاشته جذاب به هر حال. بله. آدم رو جذب میکنه که ببینه چیه. تو این پرونده شخصیت که شما بهش اشاره کردین چاقا، یه قصه هم شرمین نادری نوشت. بله. بعد توی این قصه تیترشو یه پرده گوشت صد عیب بپوش. این صد رو شما فراموش کنین، چون صد رو فقط موقعی که شیرازی‌ها این ضرب المثل رو میگن
میگنجه در این قالب مصرع شعری که بگیم یه پرده گوش صدای بفوش من و شما با لهجه اسپانی و شما لهجه تهرانی من جور در نمیاد. ولی اصلش درباره زنای دربار قاجاره و برخوردی رو که بین انیس‌الدوله زن محبوب ناصرالدین شاه و زن مقتدر دربار ناصرالدین شاه که عکسش رو زیاد دیدیم که دیگه خیلی چاقه در حالی که مثلا 31 دو سالشه ولی خیلی چاقه، این وقتی که یه خانم ایتالیایی کارلا سرنا که الان خاطراتش در اومده وقتی باهاش رو میکنه برخورد خودشو میگه، این کارلا سرنا هم باریک و لاغر و اینا بوده، اولین برخوردی که میکنه میگه خب مادر چیزی بخور به او، بعد توصیف میکنه که این دوتا چه جوری بودند و چه چیزی داشتن، بعد اونجاست که میرسه به یه پرده گوش صد عیب بپوش. خب بریم بعدی. این دفعه آنچنان که از روی جلد برمیاد سینمای ژاپن و طبیعتاً عکس کوروساواست دیگه، بله. معتبرترین چهره سینمای ژاپن و مثل همیشه ما معمولاً تو این بخش که خیلی بخش پروپیمونی هم هست و خیلی هم برای زحمت کشته میشه، این بخش سینمای جهان. کشورهای مختلف، ما معمولاً تو اونجا نمیمونیم و از دست آقای دهکردی فرار میکنیم، میریم تو بخش ادبیات. این دفعه یک میزگردی درست شده است درباره زمان، خاطره و رمان. موضوع جالبه خیلی. آره میگه که این خلاصه این ربط اینا چجوریه و این رو کجا به بحث و گفتگو میذاره. یه جایی که مهدی افشارنی که میدونین روزنامه نگار خوشقلمی هم هست و اینجا هم در صفحات که میبینین او رو در حالی که یه چیزی حدود 80 کیلو از وزنش کم کرده دارین میبینید، اینجا دیگه اون هیبت قدیمی وجود نداره، او هست به خاطر رمان گود که رمان فوق‌العاده‌ای بود. سه تا مهدی در یک فاصله یک ماهه سه تا کتاب در آوردن، مهدی یزدانی خرم، مهدی افروزمنش و مهدی افشار. آقای افشارنی که یکی محسن ملکی است که میشناسیمش، بیشتر نظریه فلسفی و ادبی داره. احسان نوروزی است که ادبیات روایی رو دربارش خیلی کار کرده، تلاقی سفرنامه و تاریخ و رمان رو دیده است. و بالاخره آقای کیهان خانجانی که تدریس داستان میکنه. همین زمان و خاطره و رمان رو اگر بیاریم جلو، بعد اینجا چند تا نوشته میخونیم. یکی ترجمه کرده است آقای اخوت که البته مجله تو چاپ اسم آقای اخوت افتاده تا اونجا که دیدم، که مطلب فوق‌العاده خوبی ترجمه کردن ایشون. این مطلب اسمشون حذف شده، دستمال ورونیکا میبینید که اینجا اسم آقای خوبت بوده. این هم که من میگم چیز نمی کنم، شعبده نکردم، از تو فهرست فهمیدم که این ترجمه آره. خب آخرین مورد طرحیه که کارتونیه که انتخاب کردید برای پایان برنامه. خب به اسم طبیعت گردی، طبیعت رو به خاک و خون میکشیم، مثل همه کارهای نازنین جمشیدی است. اینها وارد شدن که میخوان طبیعت گردی کنن. حالا طبیعت گردی دو مارش هم به ما بگین. اسم این جنگل ها هم نوشته این پایین، جنگل های هیرکانی. بعد جنگل نایاب، درختان نایاب، انگار که اینا اومدن رفتن توی منطقه با درختان نایاب که همه درخت های چند هزار ساله و اینا هستن، ولی نگاه کنین که چقدر بی‌اعتنا. اون به خاطر اینکه همه خوشحالن خیلی، عکس بتونه بگیره داره یه دونه پرنده ای رو با چسب میچسبونه رو درخت. خب این وریا از همهشون جالبتره که آتش روشن کردن و بعد هم یه سری رنگ آوردن، میگن که میخوایم محیط زیست رو نشاط بدیم، سبز برای محیط زیست کمه، باید بیشتر کنیم این کارو. این پاره هم که میبینین چه اتفاقی افتاده، این ماشین های فور ویل درایو که میادش همه مثل تانک میمونه، میبینین زیاد هم از تعدادشون، اینا هم که میان همینطور صاف میکنن، این وسط هم که حضرات مشغول حرفای دیگه هستن. این یه کسی هم اینجا علامت پیروزی برمیسته که انگار پیروز شده در تخریب. مرسی آقای بهنود. منتظر نظرات شما درباره برنامه‌های تلویزیون، رادیو و وبسایتمون هستیم. کافیه که به بی بی سی دیدبان توییت بکنید تا توییت‌های شما رو ببینیم و توی برنامه بیاریم، یا میتونید با آدرس didban@bbc.co.uk ایمیل بزنید. با شناسه @bbc شما هم در تلگرام میتونید با ما در تماس باشید. هشتگ دیدبان رو هم یادتون نره. همینجا از طرف خودم و آقای بهنود با شما خداحافظی میکنم. تا هفته آینده شب و روزتون خوش.